سلام و عرض احترام من مهدی آقازمانی رو بپذیرید و اجازه بدید در همین آغاز برنامه به دلیل گرفتگی صدا و کمی کسالت جسمانی که دارم از شما گرامیان عذرخواهی کنم. با توجه به نزدیک شدن انتخابات در ایران، گروه بزرگی از ایرانیان که در خارج از ایران هم زندگی می‌کنند نسبت به این مسئله واکنش نشان دادند. در میان انتخابات‌های گوناگون که در هر کشوری برگزار میشه، انتخابات ریاست جمهوری در ایران از معدود انتخاباتی است که شهروندان ایرانی در خارج از ایران هم امکان مشارکت در اون رو دارند و میتونند در مراکز یا حوزه‌هایی که اعلام میشه از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مشارکت خودشون رو در امر انتخاباتی یا نمایش انتخاباتی به انجام برسونند. و واقعیت ماجرا اینجاست که گروهی از ایرانی‌ها به این کار مبادرت می‌ورزند و در انتخابات شرکت می‌کنند. برخی به این دلیلی که می‌گویند به خاطر بازگشت به ایران یا سرسدن به مملکتمون می‌ترسیم دچار مشکل شیم، برخی به این دلیل که مستقیماً از طرف جمهوری اسلامی دعوت به همکاری و مشارکت می‌شن، و برخی بخواهیم نخواهیم باید قبول کنیم که آب به آسیاب حکومتی می‌ریزند که خود از اون فرار کردند. اما همه این ایرانی ها که در خارج از ایران در انتخابات شرکت می کنند، مشتی کوچک در مقابل خروار خروار ایرانی دیگر هستند که مجبور شدند جلای وطن کنند و در خارج از ایران از نو برای آزادی ایران اقامه دعوا. گروه بزرگتر ایرانیان و بسا بسیار بسیار بزرگتر ایرانیانی هستند که سیاست‌های متعدد و مختلف جمهوری اسلامی در سرکوب و تمشیت مردم ایران را هرگز به رسمیت نشناختند و در هیچ یک از ارکان اجرایی، انتخاباتی، نمایشی یا انتصاباتی این حکومت مشارکت نمی‌کنند. ایرانیان خارج از کشور در همین راستا میکوشند تا تلاش کنند پیام عدم مشارکت خودشون رو هم به گوش مردم داخل کشور برسونند تا به اونها نشان بدهند که تمام ایرانی ها فقط اونها که در یک حوزه انتخابی مثلا سفارت ایران در لندن پشت صف میستند تا در انتخابات شرکت کنند نیستند، و چه بسا صفهای طویلتر و طولانیتر که در شرکت نکردن در انتخابات ایرانیان در خارج از ایران اونها رو تشکیل میدند. در برنامه امشب میکوشم تا با حضور دو شهروند ایرانی تبار که یکی در ایالات متحده آمریکا و دیگری در بلژیک قلب اروپا زندگی می کنند و هر دو از کنشگران سیاسی و عضو دو حزب مختلف، دو جریان متفاوت و مختلف اجتماعی و سیاسی هستند، یکی شورای ملی ایران و دیگری حزب مشروطه ایران، بکوشم تا از این رهگذار زمینه مناسب برای بست بهتر تفکر این جمعیت بزرگتر، یعنی جمعیت ایرانیانی که هرگز حاضر به تسلیم در مقابل صحنه آرایی نمایشی حکومت ایران نبوده و نیستند، رو با شما خوبان در میان بگذاریم. در غیاب رسانه‌های آزاد و رسانه‌هایی که حقیقت ماجرا رو نشون بدن و تبدیل به ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای مطرح در حوزه انتخابات ریاست جمهوری نشده باشند، زبان و موقعیت گفتمان خیلی بزرگ ایرانیانی باشیم که نتوانستند جور و ظلم و زور اسلامی رو در سرزمین مادری تاب بیارند. من و آقایان سعید جباری و افشار مختاری که در این برنامه مهمان من هستند رو همراهی بفرمایید.
آقای جباری خوش آمدید، خیلی افتخار رو مدادید، ممنونم. درود به شما، درود به بینندگان عزیز و ارجمند شما. امیدوارم هر چه زودتر که کسالت سرماخوردگیتون رفع بشه. مرسی، سپاسگزارم. به اتفاق شما سری بزنیم به بلژیک، به آقای افشار مختاری. دوست عزیزم سلام و عرض احترام من رو بپذیرید در بلژیک. درود بر شما و همطور جناب بودی. بسیار سپاسگزارم. آقای مختاری با خود شما من شروع کنم. البته من صداتون رو کمی بریده بریده میشنوم، ولی امیدوارم که بهتر بشه. اگر صدای من رو خوب میشنوید، مشخصا سوال من این هست: وضعیت مشارکت یا عدم مشارکت ایرانیان در بلژیک چگونه است؟ آیا این دعوای بعضیا میخوان برن رأی بدن، بعضیا یا اکثریتی نمیخوان برن رأی بدن در اونجا هم مطرح هست؟ بله، من فکر کنم که الان بیشتر کسایی که شاید توی بلژیک هستن به همون دلایلی که شما اشاره کردین و در واقع آسان بودن برای ورود به ایران و خروج از ایران، در واقع ترجیحشون اینه که برن و رأی بدن، حالا اسمش رو هرچی میخوان بذارن، اما میخوان کم در این مشکل رو با در واقع جمهوری اسلامی داشته باشن. یعنی در حقیقت آقای مختاری این به نوعی تسلیم شدن در مقابل جمهوری اسلامی از طرف قاطبه ای از مردم هست که ایران رو ترک کردن و در خارج از ایران سکونت گزیدند؟ من فکر کنم که شاید اسمشون نشه تسلیم شدن گذاشت، اما خب بعضی جاها آدما مثل در واقع از روی کار اومدن جمهوری اسلامی، متاسفانه جامعه ایرانی اون ریاکاری خودشو داره، در درون یه چیزه، بیرون یه چیز دیگه. من فکر کنم بیشتر کسایی که شاید اینجا برن رأی بدن و زندگی توی کشور آزاد تجربه کرده باشن، مطمئنن وقتی تو مقام قیاس براشون پیش میاد ترجیحشون زندگی توی کشور آزاد. اما خب به هر حال فراموش کردن یه جایی مثل وطن برای اونها سخت‌تره. و در ضمن که شاید بسیاری از ایرانی‌ها ترجیحاً اهل مبارزه نیستن، بیشتر یعنی دوست ندارن وارد میدان مبارزه بشن و بیشتر تماشاگر باشن و نسبت به اتفاقایی که میفته هر کی دست پوری داره برن طرف اون. البته میشه بهشون حق داد، اما کسایی که توی در واقع از نظر اینکه یه جنبش یا را بندازن یا یه اندیشه و یه گفتمانی را اندازی کنن، همیشه در واقع توی حد اقلی هستن، اما وظیفه اونا اینه که مثل دیگر بزرگترین که تماشاگر نباشن و بازیگر باشن. و من فکر کنم که هم بیشتر اونایی هم که میرن و یا رأی میدن مطمئنن منتظر یه فرصت هستن که ایران بهتری بخوان، اما خب اون شرایط، اون در واقع فرم انتخابی که میکنن بیشتر سود شخصی دنبالشه و به سود شخصیشون فکر میکنن. بسیار سپاسگزارم. برمیگردم خدمتتون آقای مختاری. آقای جباری، در ایالات متحده آمریکا به حال شما سالیان بسیار طولانی در این کشور زندگی کردید، طیف‌های مختلف گروه‌های منتقد رژیم اسلامی رو هم از نزدیک دیدید، طیف‌های مختلف مبارزان رو هم از نزدیک دیدید. در آمریکا شرایط امروز چگونه است؟ این شرایط به قول آقای مختاری بازیگران بیشتر هستند یا تماشاچیان؟ من اول فقط می‌خوام یک چیزی رو اصلاح بکنم. شورای ملی برای انتخابات آزاد حزب سیاسی نیست. ما برای همه احزاب سیاسی مثل حزب مشروطه که به منشور شورا اعتقاد داشته باشند و برای انتخابات آزاد در ایران معتقد باشند که مردم ایران در آینده باید بتونن این انتخاب رو در یک فضای باز و آزاد داشته باشند، این حق رو که آینده مملکت رو خودشون تعیین کنن، برای همه‌شون احترام متقابل
هستیم. فقط میخواستم اینو بگم. استدعا میکنم. در جواب به سوالتون، میبینید اولا ما باید نگاه بکنیم و به این نتیجه برسیم که یک درصد خیلی کوچکی از ایرانیان خارج از مملکت، چه در آمریکا یا چه در اروپا یا هر جای دیگه ای، حاضرن برن و رأی بدن در این انتخابات، انتخابات قلابی، به خاطر مسائل شخصی. حالا این مسائل شخصی میتونه سیاسی باشه، معتقد هستن به این نظام، میتونه اقتصادی باشه، فکر میکنن دوشون گروه سهشون اگه این کار نکنن، میتونه از روی ترس باشه، میتونه از روی ندانم کاری باشه، میتونه از دلایل شخصی به خصوصی داره. ولی اکثرا، وقتی هم که ما میگیم اکثرا، شما باید در نظر بگیرید میلیون ها ایرانی. خب ما کلا در خارج از ایران، آقای جبری من اصلاحتون کنم، کلا تقریبا 2 میلیون ایرانی ما در خارج از ایران زندگی می‌کنیم. تا اونجایی که تخمین زدم در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، یعنی در سال 92، میزان 330 هزار شرکت کننده مطابق استانداردها شرکت کردند. یعنی به ازای این 2 میلیون نفر، 330 هزار نفر رفتن در این انتخابات شرکت کردند در خارج از ایران. چیزیش که رژیم میگه، چیزیش که رژیم میگه. حالا من سوالم از شما مشخصا اینه، در ایالات متحده آمریکا این وضعیت چطوریه؟ بزرگترین کلونی ایرانیان در آمریکا، کاملا. بزرگترین کلونی ایرانیان آمریکا در همین لس آنجلسه. اینجا این توازن چگونه است؟ در سال 92 همینجوری که میدونید یک سال خیلی خیلی استثنایی بود و باز من تازه خود اون آمارها رو اگه بخوایم اون آمار جمهوری اسلامی رو قبول کنیم، پس بقیه آمارهاش هم باید قبول بکنیم دیگه. نمیتونیم بگیم که فقط اینها راجع به این مسئله راست میگن، راجع به بقیه پس دروغ میگن. ولی ببینید، من هیچ کدومشون رو قبول نمیکنم. ولی به هر حال سال استثنایی بود و میدونیم عده زیادی رفتن و رأی دادن، چه در داخل مملکت چه در خارج، من که برایش هم که دیدیم واکنشش چه بود و چه چیزهایی. این مسائل الان به نظر من خیلی خیلی ضعیفتر شده. ببینید، شما یک چیزی رو باید نگاه بکنید، نامزدهای قلابی در یک انتخابات قلابی فقط میتونه انتظارات قلابی رو به وجود بیاره. یک ایرانی چه شکلی، یک ایرانی که واقعا آزادی خواهه، چه شکلی میتونه بگه که من در انتخاباتی دارم شرکت میکنم در یک نظامی که زن درش یک سوم حق مرد رو داره در خیلی از مسائل حقوقی، که یک کسانی فقط به خاطر اعتقادات مذهبیشون مثل جامعه بهایی یک اصلا حقی ندارن، بچه هاشون همون مدرسه هم نمیتونن برن که بقیه میتونن برن. تبعیض اقتصادی، تبعیض نژادی، تبعیض جنسی بیداد میکنه در ایران. چه شکلی یک کسی میتونه بیاد در یک همچین انتخاباتی شرکت کنه مگر اینکه یا واقعا مجبوره یا مزدوره؟ یعنی یا واقعا برای این رژیم کار میکنه یا به خاطر یک دلایلی، حالا میتونه دلایل ایمنی باشه، میتونه دلایل اقتصادی باشه برای یک عده دیگه‌ای در خانوادهش، فکر میکنه مجبور این کار بکنه. وگرنه چه شکلی یکی واقعا میتونه؟ پس شما معتقدید اون حداقل‌هایی هم که مشارکت میکنن در جامعه ایرانیان خارج از کشور، اینها یا منتفعند یا اینکه معتقدن به هر حال گرفتار این سیستم هست؟ بله، شما ببین، به هر حال در حتی در اتحاد جماهیر شوروی هم که از این انقلاب های از این انتخابات قلابی میذاشتن، یه دی بالاخره میرفتن رأی میدادن. بسیار عالی، برمیگردم بهتون. آقای مختاری، شما نظر آقای جبایی رو شنیدید در خصوص انتفاع یا اعتقاد برخی از شرکت کنندگان در نمایش انتخابات در خارج از ایران. این نگاه در جامعه فعالان، اون بخش بازیگر سیاسی، اونها که به عنوان مخالف میان در عرصه‌های مختلف، در کلونی‌های گوناگون، احزاب مختلف، برنامه‌های مختلف شرکت می‌کنند، این نگاه در اروپا چگونه است؟ خب البته من نمیتونم به در واقع به همین دو قسمتی که آقای جبایی اشاره کردن قبول داشته باشم. درست ادعی ازش نفع می‌برن،
اما عده‌ای هم مجبور هستن، اما خب عده‌ای دیگه هم هستن. یعنی ما با سیاه و سفید کردن و این در واقع دو جبهه کردن، به نظر من شاید یه بخش دیگه ای هم که باید روشون اثر بذاریم برای همین من تقسیم بندی رو آنچنان قبول ندارم، برای اینکه اثر ما رو کم میکنه رو بقیه ای که میخوان رو قسمت خاکستری باشن. این قسمت خاکستری قسمتیه که همه جا مهم، همینطور که توی انتخابات مهمه توی یادگیری های سیاسی هم هستن. من عرض کردم خدمتتون که وقتی شما با یه همچین جامعه ای طرفی که توی ایران ریاکاری رو یاد گرفته که درون خونش یه جور باشه بیرون از خونش یه جور باشه، اما مثلا بر فرض یه اتفاق مثل جنبش سبز میفته و توی بلژیک آدمایی که اصلا آدم سراغ نداشت که کار سیاسی بکنن میان و تو در واقع شرکت میکنن و حس میکنن که یه اتفاقی داره توی ایران میفته. به همین خاطر من فکر نکنم اونطوری اون شکل تقسیم بندی رو قبول ندارم، چون من فکر کنم کار روی اون قسمت خاکستری یکی از جاهاییه که ما باید روش سرمایه بذاریم، برای اینکه این آدم ها میتونن یه جاهایی به ما کمک بکنن چه بیرون از ایران چه درون از ایران. اما در مورد جامعه سیاسی هم من فکر کنم که اینو میشه تقسیم بندی کرد، یعنی توی برای کنشگرهای سیاسی دقیقا مشخصه، یه عده در واقع تحریم میگن، میگن نه به انتخابات، یه عده میگن که باید شرکت کرد چون مثلا انتخابات در واقع اثر گذاره و اینو میشه دید توی طیف‌های سیاسی. به نظر من این دو شقه کردن، یعنی این فک کردن اینا به کسایی که پشتیبانند و کسایی که پشتیبان نیستن میشه دقیقا دید، اما توی بین مردم عادی من فکر کنم اینطوری نباشه، اینطوری که جناب جباری فرمودن نباشه. بسیار سپاسگزارم آقای جباری. شرایطی رو که آقای مختاری نشون میدن، یک طیفی این وسط قرار میدن، طیفی که ما هم مشابهش رو داشتیم دیدیم دیگه، در همین لس آنجلس در زمان وقوع جریانات مربوط به جنبش سبز ما حضور چند ده هزار نفری و راهپیمایی 2 کیلومتری در همین لس آنجلس داشتیم، چیزی که واقعا در بسیاری از موارد دیگه غیر ممکنه این همه ایرانی یک جا جمع شد. یا در مقابل سازمان ملل در نیویورک شاهد اعتصاب غذای طولانی مدت طبعا. گروهی از افراد بودیم. این گروه کیان؟ این گروه که در مناسبت‌های خاص در جریان‌های اعتراضی شرکت می‌کنند و طبیعتاً این آدم‌ها معتقد به رژیم نیستند، خیلی‌هاشون فرار کردند، خیلی‌هاشون پناهنده شدند. اینها کیان؟ آیا میشه اینها رو در همون گروه ریاکارانی که آقای گفتن ریاکاری که ما در خانه یاد گرفتیم که در خانه شکل باشیم، در بیرون خانه شکل باشیم، اونجوری تقسیم بندی کرد، یا اینکه اینها رو تحت تاثیر هیجانات اجتماعی سیاسی که در یک مقطع ایجاد میشه قرار داد؟ نه، من با جمع بندی که آقای مختاری کردن مخالف نیستم. این وسط اسمش من ریاکاری نمیذارم. ببین، به هر حال مردم دنبال فرصتن، اگر احساس بکنن که اون فرصت هست که میتونن بیان و با شرکت خودشون یک جهش بنیادی ایجاد بکنن که یک صدمه بگذنن به اصل مسئله و اهداف سیاسی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه، این کارو میکنن. شما اون جنبش سبز رو که دیدین، اون بهانه بود بر مردم عاشق چشم ابروی آقای موسوی و دوران طلایی آیت الله خمینی نبودن. مردم دنبال این بودن که ضربه بزنن به رژیم و احساس میکردن با این کارشون ضربه میزنن به رژیم. اگر امسال هم یک همچین احساسی ایجاد بکنن، یعنی خود نظام موجب بشه که همون جور نظام قبلا موجب شد، باز ممکنه ما یک همچین واکنش رو ببینیم، ولی نظام الان نظام اون زمان نیست. اینها الان آبدیده ترن، منتظر این مسائل هستن. ولی من دارم به شما میگم وقتی موج مردم را بیفته
وقتی موج مردم را بیفته حتی این نظام هم نمیتونه جلوش رو بگیره. ولی ما اینجا رو جبیه یک مسئله دیگه ای داشتیم صحبت میکردیم. ما میگفتیم اونهایی که با میل خودشون میرن رای بدن و بعد نگاه میکنیم میبینی که به کی میخوان رای بدن. الان به کی میخوان رای بدن؟ الان میخوان به روحانی رای بدن. اعدام ها در ایران در زمان روحانی دو برابر شده. در زمان احمدی نژاد کمتر در ایران آدم میکشتن که حال در زمان روحانی دارن آدم میکشن. درسته؟ خیلی خوب. مقدار دخالت جمهوری اسلامی در منطقه و مقدار شرکت کردنش در نقض حقوق بشر در منطقه، به خصوص در سر مسئله سوریه و حتی در عراق و حتی در لبنان، در زمان روحانی بیشتر شده که حتی در زمان احمدی نژاد بوده. درسته؟ پس میخوان برن به چی رای بدن؟ میخوان برن به آقای رئیسی رای بدن که قراره بیاد، این رو واردش کردن که براش یک پورتفولیو درست بکنن که بعدن که وقتی که آقای خامنه‌ای وقتی که مرد که بخوان این رو مثلا بیان بگن که حالا این حتی رئیس جمهورم بوده دیگه. مثلا من حرف ما اینه که حتی اون عده‌ای هم که دارن میرن رای بدن به خاطر اینکه احساس میکنن که باید این کارو بکنن یا مجبورن، هر کسی دلیل خودش رو داره. حتی توی این بازی قلابی حرفمون اینه که اگه میخواید این کارو بکنید مطالبه بکنید. خواستاتون چیه؟ آیا شما نمیخواید به این دولت و حتی اون کسی دیگه‌ای که میخواد بیاد جاش بگید که شما هنوز میخواید برید میلیارد دلار، نه تومن، خرج بکنید به گروه‌های تروریستی به جای اینکه خرج مردم داخل ایران بکنید؟ ما الان دیدیم که در شهرستان‌های ایران چه بساطی هست. همین مسئله خوزستان چندی پیش بوده. پس این مسائل مطرحه، ولی خب اگر با مسائل داخلی این رو قاطی بکنن که کردن، همونجور که میدونید انتخابات شهری و حومه ای هم این کاری کردن برای اینکه مردم بیشتر اینوالو ماجرا بشن و تجمیع و اون خب کارگر خواهد. برمیگردم به شما. اما آقای مختاری، یکی از نکات بسیار مهم و یکی تفاوت‌های بسیار بنیادین بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی وجود سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است که ما خوشبختانه در آمریکا هنوز چنین دفتری رو نداریم که بخواد رسماً و رأساً سازماندهی فعالیت‌های ستادی جمهوری اسلامی در خارج از کشور رو اداره کنه. در قیاب در کشوری مانند بلژیک وجود سفارتخانه جمهوری اسلامی طبیعتاً زمینه توسعه نیروهای وابسته به این سفارت رو هم فراهم میاره که همین افراد در کنش‌های اجتماعی یا رفتارهای مدنی شهروندان ایرانی تبار ساکن مثلا بلژیک میتونن تاثیر بگذارن. از تاثیر سفارت و اتباع و کارمندان سفارت یا دستن در کاران اون در روند فعالیت های اجتماعی جامعه ایرانیان بلژیک بدونیم. سفارت خب وقتی به کشور همه کشورها سفارت دارن برای اینکه اون جوامع رو بسنجن و ببینن که چه اتفاق میفته، چه مناسباتی رو میتونن برقرار کنن. اما خب سفارت های جمهوری اسلامی دنبال قصدهای خاص خودشون هستن و در واقع دنبال گسترش اون ایده خودشون هستن و توی این در واقع نمیشه گفت که میرن سراغ آدم ها. البته نه اینکه نرن، میرن در واقع به کارشون میگیرن. اما خب میگم اون موضوع اقامت تو اینجا و اینکه شما باید برید تو ایران، یه عده از ایرانی ها رو وادار میکنه که به قول خودشون سربازای بی‌نام‌ونشون مازهان میشن، یعنی آب به آسیاب، یعنی تو عهد قدم میذارن تو اهدافی که جمهوری اسلامی میخواد. حالا یکی از بزرگترین فکر میکنن موضوع مثلا مراسم مذهبی، اما بقیه چیزها، بقیه مثلا در مورد اینکه بیان توی کار کنن روی که رای بدن یا رای ندن، نه اونقدر در واقع
نمیشه مشاهده کرد اما خب اونایی که وابستگی بیشتری دارن، رفت آمده بیشتری دارن، تبلیغات خودشونو میکنن. من بوده و دیدم که مثلا توی بلژیک برای اولین انتخابات در واقع دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بودن کسایی که میگفتن که خب شما بیاین رأی بدین، بر فرض مثال ما توی جمع ایرانی، میگفتن هر کی بره رأی بده من قول میدم که اون زمان مثلا 30 یورو بهش بدم. این آدم ها پیدا میشه برای اینکه شما توی در واقع کشور خارج هم اون گرایش و اصولگرا و در واقع اصلاح طلب رو میبینی که شما این بازی قدرت در واقع جا به جا شدن و قدرت آدم ها رو که توی خارج از کشورن برای نفع میبرن هم شامل میشه. برای همین هر کدوم از اینا بازی های خودشون میبینن. اون زمان این آقا تبلیغ میکرد که در واقع برن پشتیبانی از رفسنجانی بکنن اصلاح طلب ها، اما به هر حال رأی دادن بود، موضوع برایشون رأی دادن بود که آدم ها برن تو اونجا. اما به اندازه ای که در واقع من فکر بکنم که فکر کنیم که خیلی کار میکنن نیست، اما خود به خود یه سری گرایش ها رو تبلیغ میکنن تا اونجایی که بتونن این کار رو انجام میدن و سعی میکنن رد پایی از خودشون نذارن، با واسطه این کار رو بکنن که کم در واقع ریزبینی برای فعالیت هاشون از طرف دولت میزبان انجام بشه. آقای مختاری عوض میخوام این سوال از محضرتون میپرسم. به هر حال تا جایی که من میدونم بر اساس قوانین بین‌المللی که از مهمترین وظایف هر سفارتخانه ای تلاش برای دفاع از حقوق اتباع اون کشور در کشور میزبان هست. شما به عنوان یک شخص، شما به عنوان یک شهروند ایرانی تبار تا به اکنون چه خدمتی از سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل گرفتید؟ خب مثلا من یکی من که عضو یه حزب سیاسی هم برای اینکه در واقع مبارزه میکنم که جمهوری بره، خب نمیتونم از یه سفارت اسلامی تقاضایی داشته باشم. اما همطور که شما فرمودین دقیقا همینه، شما باید یه پشتیبانی سفارت ها کارشون پشتیبانی چند راست از حقوقشون توی کشورهای دیگه و این کارها رو انجام نمیدن، اصلا اینا جزء وظایفشون نیست و انجام نمیدن. بسیار ممنونم. یه سوال دیگه هم بپرسم، معذرت میخوام این رو مجددا میپرسم. به عنوان یک شهروندی که مخالف ساختار سیاسی رژیم هستید، آیا سفارت جمهوری اسلامی دنبال این میگرده که بتونه شما رو شناسایی کنه یا جاسوسی کنه در مورد شما ها؟ نه بابا، اخیر آدم وارد این مبارزه میشه با یه رژیمی مثل جمهوری اسلامی و به نظر من ترس بی‌معنیه. حالا برفرض مثال شناسایی هم بکنه، خب درست. چه کاری میتونن بکنن؟ میدونین بعد از قضیه میکونوس و اون اتفاق که افتاد، ظاهرن اروپایی ها خوشدار دادن به جمهوری اسلامی که کمترین آسیب رو به آدم هایی که توی بیرون از ایران هستند شما برسونید، اما خب از اون طرف روابط اقتصادی یا روابط تجاری از طرف اروپا درش برای شما باز هست. به همین خاطر من فکر کنم که الان تو این وضعیتی که هستیم، من به شخصه که ترجیح ندارم کسایی هم که در واقع اینجا مبارزه سیاسی میکنن با شناخت از جمهوری اسلامی این کار رو انجام میدن، چون جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون قدمای بزرگ و در واقع یا اون کارهایی که قبلا میتونست انجام بده انجام بده. اما خب یکی از کارهایی که میکنن تخریب هست، در واقع دنبال اینن که تشکلهای سیاسی توی خارج از کشور کمترین در واقع بازدهی داشته باشن و بیشترین اختلاف داشته باشن. توی این زمینه ها حتما کار میکنن. بسیار سپاسگزارم. خب آقای جباری عزیز، من این سوالا رو به این دلیل پرسیدم، به اینجا برسم که فقط قبلش من این رو توضیح بدم که اشاره ی آقای مختاری، همونطور که شما هم میدونید، به جریان میکونوس، رستوران میکونوس هست که در اون اتباع
چند تروریست جمهوری اسلامی که از کارکنان سفارت ایران در آلمان بودند در زمان که سفیر وقت آقای حسین موسویان سفیر وقت ایران در سفارت ایران در برلین بود، در برلین اقدام کردند به گشودن رگبار مسلسل در رستوران میکنوس به روی رهبران چند گروه فعال کرد ایرانی که به کشته شدن دکتر شرفکندی و دیگر همراهان ایشون منجر شد. بعد از این دنیا بر علیه ایران اخطار صادر کرد و در حقیقت بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی خصوصا شخص علی فلاحیان و اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل مشارکت مستقیم در وقوع این حادثه در معرض اتهامات جدی قرار گرفتند. برخی ها علی خامنه ای اکبر ولایتی رو هم در این پرونده و پرونده آمیا جز افرادی میدونن که در صورت خروج از ایران مجبور به بازداشت، یعنی پلیس اینترپل مجبور بازداشت اونها هست. جمهوری اسلامی بعد از این رویش رو عوض کرد. اخیراً خبری منتشر شد که شورای اروپا گفته بود جمهوری اسلامی از امکانات اینترپل داره بر علیه شهروندان ایرانی استفاده میکنه. در شورای ملی مشخصاً در مورد آقای مهدی خسروی این مسئله رو ما به شخصه دیدیم و برخورد کردیم که شاهزاده رضا پهلوی در اون زمان وارد شدن و کاری انجام دادن. این داستان چیست؟ یعنی جمهوری اسلامی چگونه داره از امکانات بین المللی، یعنی چجوری خودشو این ویروس خودشو آپدیت کرده، بروز کرده، حالا از امکانات روز دنیا داره بر علیه مسئله آقای خسروی مسئله بود که ابعاد بین المللی پیدا کرد و گسترده هم هست، چندین برابر شده. بله، خواهم بگم به غیر از آقای خسروی هم بودن افراد دیگری حتی در خود شورای ملی که اون به اون ابعاد گستردهی بین المللی پیدا نکرد چون زودتر تونستیم جلوش رو بگیریم. ببینید جمهوری اسلامی همجوری که آقای مختاری هم که میگن کارهای مختلفی میکنه، حال میگه تخریبی، ضد اطلاعاتی، با دیس انفورمیشن برای اینکه جامعه ایرانی رو در خارج از مملکت به صدمه برسونه، خفیفش بکنه، یا حتی اونایی هم که احساس میکنه که میتونه گرفتاری های خیلی بیشتری واسهشون درست کنه این کاری بکنه. یکی از کاری که میکنه با مسئله اینترپوله. به هر حال ایران عضو اینترپوله، اینترپول هم پلیس بین المللی. شما میتونید یکی رو بذارید توی خط قرمز و بعد بسید تمام اینترپول های دیگه که عضو هستن بگید که مثلا بگید فلانی پرونده جنایی داره در ایران، یا فلانی پرونده اختلاس داره در ایران، یا فلانی مثلا پرونده قاچاق داره در ایران. و اینو ما بارها بارها دیدیم که الان جمهوری اسلامی در مقابل مخالفینش در خارج از مملکت، چه در امریکا، چون اینا امریکایی گاهی اوقات میرن اروپا و اونجا میتونن اینا رو گرفتار کنن، چه در اروپا و چه در جاهای دیگه انجام داده، به طوری که شورای اروپا آمده و محکوم کرده هم ایران و هم روسیه رو، چون یک مملکت دیگه هم که خیلی این کار رو انجام میده روسیه است. مثلا یک آماری که من براتون بخونم، میگن فقط در 10 سال گذشته مقدار این چیزای قلابی که گذاشتن از طرف ایران و روسیه، فقط از ایران و روسیه 5 برابر شده. یعنی چی؟ یعنی اگه در سال 2005 در حدود 2350 عدد بوده این صدور اخطار قرمز، در سال 2015-2016 شده 12,787 نفر و این گرفتاری ایجاد میکنه برای مردم. این یکی از کاراشون. کار دیگرشون اینی که بیان با کارهای دیس انفورمیشن، کارهای اطلاع، اخباری که برای اون مطالبه گر ممکنه درست طرف دوست داشته باشه بشنوه، از اون طریق بیان کارهای تخریبی بکنن در جامعه سیاسی خارج از مملکت. مثلا میدونن که شاهزاده رضا پهلوی طرفدار زیاد داره، درسته؟ خب پس میان یه خبری که ربط داره به شاهزاده رضا پهلوی پخش میکنن که فکر میکنن مردم مطالبه میکنن، ولی بعد میان از طریق همون میخوان آبروی شاهزاده رضا پهلوی رو ببرن، که مثلا بعد بهش ورچسب این رو بزنن که مثلا شدی نوکر نمیدونم امریکا، یا مثلا شدید نوکر یه جای دیگه که ما دیدیم. این جور چیزا رو ما باید خیلی خیلی مواظب باشیم و گول نخوریم. متاسفانه گاهی اوقات شوق اشتیاق ما هم در
جامعه ایرانی، یعنی از اون ور بوم میافتن دوستان، برخی یا برخی از این ور بوم در حقیقت میافتن. بعد خیلی مواظب باشیم. خب آقای و میلیون ها دلار خرج میکنن. دقیقاً. حالا یک سوالی هم که اینجا در ایالات متحده آمریکا مطرحه آقای جبارین هست که در غیاب وجود یک سفارتخانه رسمی و کنشگران رسمی، لابیست های غیر رسمی فعالیت میکنن، یا بازرگانانی که منافع اقتصادی یا رانت های اقتصادی میگیرن، کما اینکه گفته شد همین چند وقت پیش اسنادی مطرح شد داله بر این که هزینه های تحصیلی پسر معاون رئیس جمهور ایران در ایالات متحده آمریکا رو فردی که صادرات انحصاری کره به ایران رو به عهده گرفته از همین آمریکا پرداخت میکنه. و خیلی جالب بود این روابط پشت پرده ای که وجود داره در مورد این افراد، هم اگر ممکنه بیشتر بشه. خب این خیلی خیلی زیاد هستن. اول گفتن 7 نفر رو که به اصطلاح بیزنسمن بودن سر مسئله برجام که تروریست بودن، آمدن آزاد کردن که برن به ایران، برای اینکه ایران گفته بود این 7 نفر رو امضا بکن، این 7 نفر رو هم بعد امضا. بعد معلوم شد این 7 نفر نبودن، 14 نفر بودن. حالا پروندهش داره در میاد که 14 نفر نبودن، 28 نفر بودن. هیچ بعید نیست که مثلا از لحاظ مسئله بین المللی وقتی که نگاه میکنید در ممالک مثل انگلیس و فرانسه و آلمان و امریکا که همشون امضا کنندگان این قرارداد بودن، شاید به صدها نفر برسه از جاسوس ها و قاچاقچی های جمهوری اسلامی که با این رد و بد با این بازی ها آزاد شدن. و بعد بعدش برگشتن مطابق همون استاندارد شما، اینا متنفع از نظام یا معتقد به رژیم اسلامی در ایران بودن. بعضیشون اصلا بودن، بعضیشون هم تصمیم گرفتن اصلا در امریکا بمونن. بله. بعضیشون تصمیم گرفتن در خود اروپا بمونن، ولی خب آزادن دیگه، میتونن به کار خودشون ادامه بدن. ما از اینا داریم و و و, و هم در اروپا و در هم امریکا به خصوص باز سازمان‌های به اصطلاح غیر انتفاعی سیاسی داریم، سازمان‌های غیر انتفاعی نمیدونم NGO بهش میگن داریم که میان کارهای سیاسی میکنن، ولی همش هم به نفع سیاست‌های جمهوری اسلامی، با فقط اینا رو یه جوری تزیین میکنن کاراشون رو که و بخوان باز همون دیسینفورمیشن که بخوان اون کسی رو که میخوان مثلا تو سنا گول بزنن یا در کنگره گول بزنن بتونن گول بزنن. و متاسفانه از این ساده لوهام هستن. یکی از همین ساده لوها خودش این آقای ترنت فرانکسه که مثلا حتی اون زمان اول گول مجاهدین رو خورد، گفت اینا رو آزاد کنن، بعد حالا داره گول گروه های دیگر. خب آقای مختاری عزیز، در بلژیک در بروکسل دست کم هم مقر شورای اروپای پارلمان اتحادیه اروپا واقع، یکی از بزرگترین مراکز لابیگری، رد و بدل و اطلاعات، رد و بدل اطلاعات دیپلماتیک و همنشینی های دیپلماتیک در جایی است که به هر حال در نزدیکی شما قرار داره. توی این فضا، یعنی این فضای مراوده دیپلماتیک، کنشگران متنفع یا متنعم از رژیم اسلامی چه فعالیت هایی از خودشون بروز میدن و چگونه میکوشند که انتخابات رو به چشم انتخابات نمایشی در ایران رو در چشم اروپایی ها مشروع جلوه بدن یا دلیل مشروعیت رژیم کنن؟ البته من فکر کنم اروپایی ها در واقع نیاز آنچنانی ندارد، برای اینکه میخوان کمترین مشکل رو با یه کشوری مثل ایران داشته باشن که در واقع بیشترین تجارت رو میتونه با اونا داشته باشه و سود تجاری و در حال ما بازیگرهای خودشون رو دارن. و همینطور اینکه توی اروپا به هر حال رفت آمد بسیار راحت تر از آمریکا هست، یعنی اون راحت تر میتونن بیان، راحت تر میان، مسافت کمتره و بعضی موقع ها شاید نفرات اصلی برای مثلا تجارت وارد این موضوع ها بشن و کار بکنن. و خب وقتی هیئت های آنچنانی توی ایران میره، مطمئنن این مراودات بسیار راحت تر رو انجام گرفتنش. اما همچنان مثل قدیم اون موضوع
دور زدن تا موقعی که مسئله مالی جمهوری اسلامی، مسئله بانکی جمهوری اسلامی حل نشه، حتما این در واقع این رایزنی ها برای اینکه جمهوری اسلامی جای امنیه میشه توی سرمایه گذاری کرد از ایرانی هایی که متاسفانه اون نسبت به ایران مانند خود جمهوری اسلامی به عنوان یه تومه نگاه میکنن که باید ازش سود برد نگاه میکنن. و شاید اگه مثلا شما کمک میکردی توی ایران تولید زیاد بشه، خب بسیار خوشایندتر بود تا شما بری در واقع رایزنی بکنی برای اینکه ایران در واقع وارد کننده خوبی برای محصولات اروپایی باشه. این بسیار دردناکه برای ما ایرانی ها و برای بسیاری با چشم‌پوشی از این موضوع که خب این سودی نداره، سود ملی نداره برای ایران و جز سود شخصی چیزی رو نمی‌بینن. حتما انجام میشه، این رایزنی ها انجام میشه، لابیگری ها انجام میشه و تا موقعی که اون بانک حل نشه بسیاری میان و میرن و این منفعت ها رو میبرن متاسفانه. و لزوما حتما این در واقع این پیوند بین درون و بیرون همیشه هست، چون به بعضی از اینا خب در واقع درصدی از سود که وقتی بهشون پیشنهاد میدن به اسم اینا وارد میکنن، کمترین در واقع مشکل رو برای ورود اون کالاها تو ایران دارن و بیشترین سود رو میبرن. بسیار سپاسگزارم آقای مختاری عزیزم. آقای جباری، در ایران به هر حال انتخاباتی در آستانه برگزاری است، چه نمایشی باشد چه غیره، رژیم در صدد این هست که مردم رو دعوت کنه به پای صندوق‌های رأی. در مناظره ها و در فعالیت تبلیغاتی اگرچه شعارها اقتصادی است و بیشتر بدنه یا سخت افزار انتخابات مسائل اقتصادیه، اما روح انتخابات رو یک روح حقوق بشری در نظر گرفتن. جدل بین آیت الله شیاد و آیت الله جلاد دقیقا نشون میده که ذهن جامعه نسبت به اتفاقات تلخ دهه 60، کشدارهای سال 67، مسائل مربوط به حقوق شهروندی، مسائل مربوط به نقض مکرر حقوق بشر، افزایش شمار اعدام‌ها، افزایش میزان زندانیان سیاسی، وعده‌های معطل مانده آقای روحانی در خصوص رفع حصر و غیر امنیتی کردن جامعه، همه اینها روی میز بازه و همه اینها مطالبات روزمره مردمه. این نگاه، نگاه روح انتخابات که روح حقوق بشری هست رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ در نگاه مردم، نگاه مردم ایران در پیشگاه قضاوت مردم ایران در دادگاه نورنبرگ بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی جانیای نازی رو سرانشون رو آورده بودن محاکمه میکردن، به یکیشون که این اتهام رو میزدن برگشت گفت در اون روز در اون جلسه من تو اون جلسه نبودم، این دفاعیش بوده. این ادهی که میگم من در سال 60 نبودم پس بی تقصیرم، در سال 70 یکی دیگه بوده پس تقصیر کار من نیستم، تقصیر کار موده، درست داستان موشه هست که گفتن شاهدت کیه، گفت دومم. اینها فایده نداره. این نظام یک نظام جانی است و چیزی که برای من جالبه اینه که نظامی که اصلا وجودش بر این استوار بوده که رد بکنه تمام گیتیگراهی های غربی رو که انتخابات آزاد یکیشه، خودش برای اینکه مشروعیت خودش رو در مقابل حتی پشتیبانای خودش ثابت بکنه مجبوری این نمایش رو بگذاره. این خیلی جالبه، چون اینا از روز اول اصلا میگفتن دموکراسی یعنی چی، این حرفی هم چیزای غربیه، این حرفا اصلا، اصلا انتخابات یعنی چی، این چیزا اصلا یعنی چی، ولی بعد دیدن که خودشون حتی باید یه همچین نمایش واسه خودشون بگذارن. ببینید این نظام یک نظام جانیه، فرق نمیکنه چه شکلی شما بیایی
یک قاتل رو هر لباسی تنش بکنی، شیک‌ترین لباس دنیا رو تنش بکنی، قشنگترین ماشین دنیا رو بهش بدی، در مجلل‌ترین تالارهای دنیا به نمایش بگذاری، باز قاتله. این رو مردم باید درک بکنن. فرق نمی کنی اینا چه بازی بکنن، فرق نمی کنی که فردا حالا اجازه بدن که پشتیباناشون یک ذره روسریشون بالاتر باشه یا یک ذره روسریشون. اینها یک مش جانی هستن و 38 ساله دارن جنایت میکنن، نه فقط بر ضد مردم ایران، بلکه بر ضد تمام منطقه و اصلا بر ضد تمام اصولهایی که ما بهش اعتقاد داریم. این یک مسئله است که هر کسی باید بدونه. من نمیام قضاوت بکنم راجع به اون بیچاره ای که باید زندگی بکنه در اونجا، باید نون رو به نرخ روز بخوره. اینا واقعیت های زندگی است، باید کرای خونش رو بده، باید کار بکنه. من نمیام راجع به اون آدم قضاوت بکنم که تو چرا میری شرکت میکنی، ولی میتونم بگم حتی اگه این کار رو میکنی به خاطر اینکه فکر میکنی مجبوری، چون خیلی هاشون واقعا مجبورم، مثلا کارمند دولت که باشی باید بری رای بری، اگه رای ندی کار رو از دست میدی، اگه تو پاسدار با عضو پاسداران هستی یا حتی چیزای انتظامی هستی یا با هر کدوم از اینها یا داد ستد میکنی باید بری، اگه نری پوستتو میکنن. من راجع به اون مسئله قضاوت میکنم، ولی بدونید دارید چه کار میکنید. این مسئولیت رو لاغر قبول کنید شخصا. دلیلش رو بعضی ها ممکنه درک بکنن، اما مسئولیت رو ما باید قبول بکنیم. اینها جانی هستن، اینها نسبت به مردم ایران 38 ساله دارن جنایت میکنن. اینها ایرانیانی که از همون پوست و گوشت و خون درست شدن داخل آدم نمیدونن. اینها نسبت به زنها جنایت کردن، نسبت به جوانها جنایت کردن، نسبت به کسانی که افکار مذهبی غیر از اینها داشتن جنایت کردن. اینها به کسانی که فقط دنبال آزادی و حقوق بشر در ایران بودن به خاطر چیزهای خیلی خیلی کوچک جنایت کردن. اینها جانی هستن، فرق نمی کنی که چه بازی بخوان در بیارن. این مسئله ایست که هر کسی باید در نظر بگیره. بسیار سپاسگزارم آقای جباری عزیزم. آقای مختاری، 2 دقیقه تا پایان مصاحبه فرصت داریم، کلام آخر رو از شما بشنویم. آیا فکر میکنید که اونچه که به عنوان نمایش انتخاباتی به راه افتاده میتونه مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی به ارمغان بیاره؟ خب هم دنبال مشروعیت هست، برای همین هم در واقع دست کارهای انتخابات همه دولت جمهوری اسلامی دنبال مشارکت بیشتره و دعوت مردم به مشارکت بیشتر. اما من فکر کنم باید به مردم، البته جناب جباری اشاره کردن تو صحبت قبلشون که مردم باید از در واقع بهشون گفت که توی انتخابات وقتی میخوان شرکت بکنن شما باید به حزب رای بدی، به برنامه رای بدی، برای اینکه اگه حزب نباشه و برنامه نباشه پاسخگویی هم وجود نداره. به مردم که بگیم خب حالا میری چون نون شبته به اصطلاح دوچار گرفتاری میشی، بهتره بهش بگیم که برو از حقت استفاده کن، اما این همه حقت نیست. حق تو اینه که یه انتخابات آزاد داشته باشی. انتخابات آزاد، شما به انتخابات آزاد همه جا آری میگی، اما فقط رای دادن، فقط ماشینی باشی که در واقع میری، دستی باشی که رای توی صندوق میندازه، به هیچ عنوان سرنوشت تو در واقع آنچنان که تو دلت میخواد عوض نخواهد کرد، بلکه همونطور که عرض کردم جناب جباری هم اشتباه، مطالبه مردم باید مطالبه کنن و پاسخگویی بخواد. به همین خاطر پافشاری رو این که من حزب میخوام، من سندیکا میخوام، من میخوام بدونم که جمهوری اسلامی همه کاندیداها توی روسیه موضعشون، ببخشید توی سوریه الان موضعشون چیه، آیا من باید این هزینه جنگ سوریه رو بدم؟ اینا مطالباتیه که مردم به جای اینکه به خاطر نون شبشون بدن در واقع رای بدن،
برند و این موضوع رو در نظر داشته باشن که مطالباتی دارن که باید برآورده بشه. یه حکومت کارش اینه که وعده بده و عملی کنه، نه اینکه وعده بده و عمل نکنه. برای همین انتخابات بی‌معنی میشه، برای همین آدم‌ها شخصا بدون اینکه برنامه میان یه سری خوبگویی میکنن بدون اینکه پاسخگو داشته باشن و بدون اینکه مردم ابزاری برای اینکه این پاسخگویی ها در واقع مطالبه بکنن داشته باشن. شما وقتی حزب سیاسی نداشته باشی، سندیکا نداشته باشی، نمیتونه از هیچ دولتی در واقع تقاضای پاسخگویی بکنه. درسته، بسیار سپاسگزارم. من ممنونم آقای افشار مختاری از اعضای حزب مشروطه ایران که محبت فرمودید و از بلژیک در این برنامه همراه من بودید. از شما ممنونم آقای جباری عزیز. صحبت آقای مختاری کاملا درست بود. این بله، بسیار بسیار حرفای زیبایی زدید. سپاسگزارم از شما از اینکه وقت گذاشتید و در این برنامه همراه ما بودید. از شما خوبان بیننده هم سپاسگزارم، به این امید که من و شما هم همراه با همه دستاندرکاران عرصه سیاست برای آزادی ایران بکوشیم تا در روز برگزاری انتخابات با انتشار تصویر انگشت دستمون بدون جوهر و پیوستن به کمپین انگشت پاک نشون بدیم که ما هم رأی چنین داریم، رأی برای داشتن ایرانی سربلند و آزاد. وقت خوش، خدا نگهدار. We'll be right back.